در نشست علمی بزرگ مرجع جهان تشیع، آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دامز لوح که روزانه با حضور علما، فضلا و عموم مؤمنان در بیت معظم الله در شهر مقدس قم برگزار می شود، یکی از سوالهایی که چهارشنبه 20 ذی الحجه 1443 از معظم الله پرسیده شد، درباره انواع عزاداری و به کارگیری ساز در عزاداری بود. پاسخ آیت الله العظما شیرازی را با هم ببینیم و بشنویم. شعائر مقدسه امام حسین علیه السلام که از نظر عرفی این تجلیل تعظیم از حضرت حساب میشه، اینا مطلقا جایزه، فقط یک استثناء داره و اون اینه محرمات نباشه. محرمات غیر مسئله این که تعریض نفس للقتل که اون محل خلافه، اون بحث دیگه است. محرمات نباشه اگه یک چیزی است، سازی است که این ساز از محرمات نه جایز نیست. اما اگه این ساز یه ساز خاص به عزاداریه، این مسئله شبیهش را مرحوم میرزای نائینی ذکر کردن که غالبا فقهام امضا کردن فرمایش ایشون را، که این دمام یعنی این دنبکایی که میزنن، اگر دنبک دمام عربی بهش میگن، اگه دنبکیه که خاص به مجالس فساد اون جایز نیست، اما اگه یه دنبکیه که مشترک در عزا میزنن و در غیر عزا هم میزنن، ایشون نوشتن اشکال نداره، غالبا هم فقها قبول کردن. خلاصه اگر یه سازیه که خودش در غیر عزای امام حسین علیه السلام اگه بزنن حرامه، نه تو عزا جایز نیست. اما اگر یه سازیه که تو غیر عزا هم حرام نیست، اون نه چه اشکال داره. نشست علمی 20 ذی الحجه همچنین سوالهای مختلف دیگری درباره تمام بودن نماز در سفر معصیت و حرام، عدم جواز پس گرفتن هدیه‌ای که پدر به فرزند می‌دهد، وجوب خمس در هدیه و جایزه، عدم جواز تغنی در قرآن و عزاداری، ترتیب مقامات 14 معصوم علیهم السلام و حکم مالی که طفل یا مجنون آن را تلف کند پرسیده شد، که آیت الله العظما شیرازی دامز الله به یکایک سوالها پاسخ تفصیلی دادند. لازم به ذکر است تنها محفل علمی که افراد مختلف با افکار و عقاید متفاوت در آن بدون کمترین دغدغه‌ای انواع سوالهای خود را از بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دامز الله می‌پرسند و پاسخ علمی دریافت می‌کنند، به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم، خیابان انقلاب، کوچه 6، رأس ساعت 12:15 به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت زنده از شبکه امام حسین علیه السلام بیننده این نشست علمی باشید.